با نام خداوند یکتا، عرض سلام خدمت شما بیننده های عزیز گلشنبه. امیدوار هستیم که جور باشین، سرحال باشین و هر کجایی که هستین خوشحال باشین. ما و همکارایم بازم خوشحال هستیم بعد از یک هفته پرتلاطم دیگه خدمت شما هستیم. امیدوار هستیم که تا آخر برنامه همراه ما باشین و یک سرپرایز میمان این هفته ما هست. یکان وقت هست که ما بعضی دوستا را پشت چون میگردیم گیر ما نمه. باز خوشبختانه هنرمند عزیز ما باز گیر ما آمده، یک کنسرت بسیار عالی داشت در امریکا. خوشبختانه با بال از کنسرت باز گیرش کردیم. تا قبل از اینکه بریم امروی خودش صحبت ها را کنیم، یک آهنگ بسیار زیبا و شادش همیش نویم، باز پس میم امروی خود. دوستا حتما شناختین هنرمند محبوب ما جاوید جان شریف باز میمان ماست. قبل از اینکه بریم امروش سلام علیک کنیم، راست یاد میرفت مامان نظیره جان و سرجان مکسام مالکی کنیم و بانم شون سلام مالکی کنیم. نه لگری بار از برنامه خدا دیگه خیر منه بود. نظیره جان خوب استی جور است؟ بله میگه اول سلام پس کلام. سلام علیکم، چیل دارین؟ صحتتون خوب؟ جور بخیر، خیر خیریت. دوستا عزیز سلام، شما هم خوب هستین؟ جانتان جور است؟ بخیر هستین؟ ان شاء الله که احوالات خوب دوستا همیشه بر ما برسه و سلام بر همگی شان از دریچه تلویزیون آمو برشان برسه. خیلی نمید، شکر سرمان بخیر تیر شد. جای جان شریف خوش آمدی دوباره با گلشنبه. خوشحال هستیم خودتا برنامه داریم و خیلی خوشحال هستیم که میشنویم که کنسرت زاره کفانک چی شانه پرانک تو بسیار خوب گذشت. چیزایی بگوید آید زاره کفانک اگر که دیگه کال یک باید دیگه جور کنه. گدوات شد ببخشی. هم بخونه شما عزیزا گردندان برنامه، خوشحال هستم که بعد از وقت کوتاه تقریبا یک ماه بعد باز هم میبینیم و تشکر از محبتتان که مرا دوباره در برنامه زیبا و همونطور دیدنیتان و کشکیتان دعوت کردیم. برنامه کنسرتی ما به گفته خود زاره کفانک نه یا شانه پرانک بود، برکز زاره کفانک بود، برکز هم شانه پرانک. و واقعا بسیار برنامه خاص و بسیار بیادماندنی و پر خاطره. البته یک برنامه نه که 8 برنامه در یک تور کنسرتی بود. دقیقاً. جای جان از کجا شروع شدی کنسرتتان و با کجا ختم شد؟ یعنی از کدام ایالت امریکا و با کجا ختم شد؟ سرجان عزیز، کنسرت اولی ما خب در هفته اول تاریخ 6 و 7 و 8 ماه سپتامبر که همو هفته بسیار ثقیل بر ما بود، در آغاز 3 کنسرت پی در پی در تاریخ 6 ما در شهر شیکاگو برنامه داشتیم، تاریخ 7 شهر دالاس و تاریخ 8 به شهر هیوستن. و بعدش هم هفته بعدیش باز کمک ریلکس تر بود، ما صرف تاریخ 13 ماه سپتامبر در شهر سان رامون کنسرت داشتیم، باز هفته 3 تاریخ 20 در شهر فینیکس، تاریخ 21 در شهر اورنج کانتی یا ارواین دقیق تر بگویم براتون، بالاخره در به تاریخ 21 در شهر زیبای ویرجینیا که خودتان زندگی میکنین و 28 ختم برنامه را ما در شهر نیویورک به حساب با پایان رساندیم تور کنسرتی خود. نام خدا می تو قصص نه های میدان تای میدان از این سر امریکا تا این سر امریکا اومدین. نام خدا در یک تور تمام جای رفتن. نظیره جان هم نمود تورا بود، چطور بود کنسرت ها؟ باش پیش از خود پرسان کنیم که چطور بود نظیره جان؟ من ایش یک بیننده ای که در یکی از کنسرت ها حضور داشتی، البته چطور بود؟ خدا نمایندگی از تیم گفت، نمایندگی از هم مگی کدم مش نمونه خروار. اگه به یک کنسرت رفتم و نمود اگه به اصطلاح نمایندگی از تمام کنسرت هاش میکرد، اول اجازه بتین که یک سلام مانده نباشی بتون بچه را. خوب بکن آقای شریف عزیز سلام، امیدوار هستم خوب باشی، مانده نباشی نام خدا. مرغ بی پر و بال وار پرواز کردین، پس رفتین جرمنی؟ یا بله، پس جرمنی آمدیم و همیال به حساب شما در جایی که زندگی میکنم در هیچ حال جت لگ شده بخاطر از اینکه وقتی که امریکا آمدم در طول یک حال با تایم امریکا هستی؟ نه باز دیروز دوباره جرمنی آمدم و امروز هم که هم صحبت شدیم و شما لطف کردین مرا دعوت کردین در برنامه تون، اول فکر کردم که خب به ساعت 12:30 بجه شب ما حتما یک دب بالی خواب میزنم، منتها
خب به خاطر اینکه ما شما رو واقعا دوست دارم برنامه تان و اون خاطر می ساعت های 8 که شد به زور خود می سر کاوچ در سالون انداختم گفتم یک پنج دقیقه چشم پات شوه و همچنان اگر گنگس بودم از خواب اما یک پنج دقیقه خواب برد و بعد از اون یک زنگ تلفن مرا بیدار ساخت و فضل خدا بعد از اون پرد پر حال اینا لیران رو این بعد از مصاحبه چون خواب بود ما گفت من منظورم این بود که خودت به وقت امریکا اونجا هستی دیگر غیر خیر که قاره فقیر دادی ولی فعلا در قاره امریکا تایم خوابت هست پیشتر گفت خواب بودم جاوید یک شوخی میگه خواب بودی که لبت بوسیدم قند دوزی چقدر شیرین است شما کلیس بایتایتان کلیس سیاسی است امو یادم آمد اول خود من بر تسته دل از تای قلب تیر خورده یک مبارکی بتم جاوید جان شریف پیشترم بچه گفتم میگه باید میان یاران ما و شما نباشه ما و جاوید جان شریف شناخت بسیار عمیق داریم از سالها به این طرف یک تور بسیار موفقانه بود پیشتر من نفهم که آقای هدایت آگانه چی گفتی زاره ترقانه؟ زاره کفانک و شانه پرانک بود اصلا بسیار موفق بودین میگه در عمل باید عشق ورزیدن گفتگو رو بیا تمام کنیم در عمل من دیدم که جاوید شریف توانا بود اساسش خوب مانده چون در خانه هنرمندم به خانواده هنرمند تعلق داره و پیشرفت مده ایش دیدم عملا گواب نکده خوب رشد کرده و این کنسرت ها را اگر می دیدین واقعا آدم ایران می ماند سالون پر بود و جالبیست آقای دایت که در کنسرت جنگ میشه چون جوان ها سن احساساتی میشن یکی میگه قرسک بخوان یکی میگه آرام بخوان یکی مثل من میگه جلوه ها را بخوان با 100,000 جلوه بیرون آمدی که من با 100,000 دیده تماشا کنم تو را خلاصه نه جنگ شد نه دعوای شد اگه آهنگ شاد میخواند همه برعکس به شمول ما دیگه تو رقصا که ایران بانی حال باش که چی وقت وایرال میشه دیدم رقصتان دیدی؟ آه دیدمش ببینه جاوی جان کل اگه رقص میکنه چه من که دشا نپرانه که یک رقص کردم دستی وایرال شد آهنگ آرام که میخواند مردم همه طور آرام و کمتر هنرمند ما است که به هر ذوق بخوانه تبریک میگم موفق باشی خدا کنه بدوا نشی دیگه ما برای تیم موفقیت‌ها را از تای قلب تبریک میگم من نفهم خود چی احساس کردی بر ما که در ویرجینیا بسیار بعد از یک مدت طولانی دار شدن تر کنسرت دیدم واقعا تعجب آور بود خوب از نظر جان اون مهر تاییدی را زد دیگه حتما لذت بردن ما شاید ویدیوهایی بودیم که در سوشیال میدیا بود و واقعا که جمعیت مردم عزیز ما زیاد بود و همگی لذت برده بودن چطور بود خودتان ای که تجربه داشتین در امریکا ای دور چطور بود برای شما آیا مردم استقبالش خوب بود به نظرتان کدام آهنگا را بیشتر فرمایش میدادن برخوردشان چگونه بود برایتان خب سوالتان دیگه هم یک سوال بسیار جانانه و همه جانبه است ما کوشش میکنم که دمو تمام قسمت های سوالتان یک جواب اکتشاف داشته باشم خب در قدم اول تجربه بسیار خوب بسیار جالب و فراموش ناشدنی بر ما عصبی هشت کسر من به دلیل از این که در قدم اول این اولین تور کنسرتی هنرمند افغان بوده که در امریکا هشت کنسرت متواتر داشته در یک تور و شما خودتان در کشور ایالات متحده زندگی میکنید و میفهمید که همچی یک چیزی تا بال رخ نداره مسئله دومش کنسرت‌گذار ما اصلا مصطفی جان که کباب کری هاوس در شهر ایروین دارن اصلا اونا پلان کردن که 2-3 کنسرت بگیرن بعدش هم چند روز بعد زنگ زد گفت جاوید چطور است که میره 4 تا بسازی و گفتم از چی بهتر یک هفته بعد زنگ زد گفت چطور است که میره 6 تا بسازی من گفتم والا از این که چی بهتر یک هفته بعد زنگ گفت چطور است که میره 8 تا بسازی گفتم نه واسه رو آماده خب به خاطر از این که همراه یه دوستای عزیز با همی کمپانی A to Z Events که جاوید جان کوتوال و ظفر جان اعظم و دیگه دوستای عزیز همکارای عزیز شده بود و زمیر جان و مریم جان اینا همشون همکارا بودن گروه بسیار کلان داشتن اگر نام کسی از پیشم فراموش شده با عرض معذرت خلاصه اینا همین برنامه را
از 3 کنسرت به 8 کنسرت تبدیل کرد. اینال اصل مسئله سر ازی بود که زیاد از افغانای ما شکایت داشتن که چرا پروموترها از پول خود میترسن، چرا پروموترها از رسک میترسن، به خاطر از اینکه همیشه صرف در 3 مکسیموم 4 شهر ویرجینیا، سان فرانسیسکو و لاس آنجلس و بالاخره نیویورک، در نهایت نیویورک، بعضی اوقات در نیویورک هم کنسرت گرفته میشه، بعضی هم نمیشه. اینمیز تا 4 شهر و گفتن دیگه افغانا چی گناه کرده که مثلا داشت ایالات متحده بسیار کشور بزرگ است و از یک طرف تا دیگه طرف آدم باید در 5 سال پرواز کنم و گفتن که ما کمیونیتی های کوچک داریم، چرا هنرمندا، چرا ما پروموترا غم ما رو نمیخورن که ما دل داریم که میخوایم هنرمندای خود ببینیم یک چند لحظه شاد داشته باشیم پهلوی هنرمندای خود. و همین کارا کردن، من صادقانه بسیار کارشان رو تایید کردم، بسیار پسندیدم و اما بود که ما دار به کمپرومایس خوب رسیدیم، بسیار به توافق خوب رسیدیم که اما قسمت میگه نه سیخ و سوزه و نه کباب، که نه بالای پروموترها در شهرهای خود فشار بیه و در پولی از او ما بتونیم که با هموطنان ببینیم و همی عزیزا همو پول ارتباطی خوب شدن که ما با افغانای عزیزی که در کمیونیتی های کوچک اصلا اونجا دیدارشان نصیب ما شد. بخصوص مثلا اولین کنسرت ما در شهر شیکاگو بود، اونجا افغان ها قدر خوش بودن میگفتن که 25 سال قبل کدام هنرمند به امیال فراموش بود، کدام هنرمند بوده که آمده بود برای کنسرت و بعد از او هیچ افغان نرفته. و ما این مسئله را تصمیم گرفتیم که بیاین با هم دست به دست هم میتونیم با همکاری هم همی 4 شهر دیگه که کمیونیتی افغان بسیار کم است، که در جمله خدمتان گفتم که شهر شیکاگو، بعدن دالاس، هیوستن و فینیکس، در این 4 شهر که کمیونیتی افغان به یاد به اندازه کم است، یعنی خب ما میتونیم که ماکسیمم بین 400 الی 500 نفر در کمیونیتی سر شکاب کنیم در شهرهای کوچک. اما تجربه سالها که هستن ما آدم میتونه پیش بگوید که در این تعداد افغانای قدر که هستن مثلا چقدر میتونه بیا. خوشبختانه اونم تعدادی که ما سرش حساب کرده بودیم فرض خدا حتی یک اندازه گر زیادتر هم آمده بودن، گرچه که با تاسف در شهر فینیکس وقتی که ما رفتیم یک روز قبلش دو تن از جوانای ما از افغانای عزیز با تاسف بودن، خداوند رحمت کنه رویشان شاد داشته باشه، دو جوان بودن و البته ایتور یک خبر غم انگیز هم در اونجا به حساب به گوش ما رسید که ما واقعا بسیار متاثر شدیم و یک تعداد عزیزا تکت هم خریده بودن، من تا چون با او وطندارای ما قرابت داشتن یا نزدیک بودن اونا نتونستن در کنسرت اشتراک کنن، یعنی این تو مسائل هم پیش آمده بود که خب واضحه است که در او حالت کنسرت گذار هم نمیتونست که همه چیز کنسل کنه خبر مصارفی ها. و ایدال میم سر اصل مسئله ازی که خاطرات خوش چقدر بوده، خاطرات خوش فوق‌العاده زیاد بود و جالبشی است که ما در بعض شهرها که میرفتیم مثلا افغانای عزیزی ما که سالهای متمادی در اونجا هستن مثلا از 30 سال 35 سال 40 سال هستن، اونا یک ذوق دیگه داشتن، یک به حساب یک اودینس دیگه بود، یک بینی دیگه بود. این تعداد وطندارای عزیزی ما که مثلا تازه آمده بودن 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال، اونا باز یک ذوق دیگه داشتن و ما تا حد امکان خود کوشش می‌کردیم که به هر دو ذوق بخوانیم رو سرای. و این مسئله را من باید که نگفته نگذارم که همیشه در بالای استیج اعلام بکردن برای عزیزا که متوجه باشین که ما شما در برنامه کنسرتی هستیم، محفل عروسی اگر باشه هر آنگه که فرمایش بدین ما خدمت هم میخورم، اما چون برنامه کنسرتی هست شما به دیدن ما آمدین، برای شنویدن آهنگای ما آمدین، به او خاطر ما صرفاً و صرفاً آهنگای خدا میخورم، به او خاطر از دیگه هنرمندای بر من فرمایش ندید. و این قسم یعنی فوق العاده برنامه ها فضل خدا اما تو به منتب دل ما گذشت و واقعا بسیار محبت دادن مرا وطن دارم که هیچ فراموش نمیشن در هر شهرش، در هر شهرش. و از همه که بسیار چیز جالب که در هر شهری که رفتیم، هر جایی که رستوران افغانی بوده، یعنی همین شهرها رو براتون نام گرفتم، ما نامه رستوران ها هیچ کدامش به یاد متاسفانه زیاد نمانده و اگر از یکی مانده باشه یکی نیباز من نمیخوایم که گرده آزاده شده. یعنی در هر شهره که ما افغان عزیز دعوت کردن در رستوران های خود اینقدر عزت دادن، اینقدر میمان نوازی کردن و نان های عزیز چقدر لد واقعا یک
رستوران از دیگر رستوران بهتر. از پارتنر و... چیز نگفتی جاوید جان؟ آلیا جان چی مقبول شده بود؟ آلیا جان انصاری هم امراید بود نه؟ چی مقبول زیبا؟ باش من بخصی نان خلاص کنم گوش نشده ما بابا نازیرا جان نازیرا جان نگیم بین نان گپ نزن دیگر هر وقت گپ میزنی حالا کسی نانم بطن میکنم یعنی حتی عزیزا که میفهمیدن مثلا ما وقت نداریم برای غذا خوردن یا برای رفتن به رستوران حتی در خود هتل نان میآوردن برای ما در بکستیج نان میآوردن دیگر واقعا خاطره فراموش نشدنی دارم از تور امریکا از افغانای عزیز ما بسار بسار محبت ایلال میایم سر مسئله نان خوردن چند لحظه پیش خانمم تلویزیون چالان کرد و همی برنامه های آشپزی رو زیاد دوست داره یکی از برنامه های آشپزی رو تماشا میکرد سعی کرد ما به حساب معمولا ما و خانمم الا ساعت 5 الا 6 شام نان آخری ماست خلاص دیگه بعد از اون نان نمیخوریم و حال ساعت 12 بجه بود یک دفعه همی آشپزی رو دیدیم خانم چی میگه چطور زید کرد یک شیر چای اما کلم شده و رفت ماشاءالله در ظرف 15 دقیقه هم شیر چای جور کرد هم نان حساب وطنی که در چی که آدم کمک در روغن سرخش میکنه پراته واره یک مزدار بود دور از دلتان که ایت نگوید امیان مسیر است ما میگم یک رقمک شکمبو واره معلوم میشه نام خدا وزن زیاد نگرفته باشه قنان افغانی نجا خورده در عجب خدا می فاز خدا او طرف نیست به خاطر اینکه ما صرف روز یک بار نان میخوردم چای سوم نمیخوردم چون افغانی واقعا بسیار ثقیل است اما حالا که پس دوباره بخیر خانه آمدم دیگه نان افغانی برای فعلا برای یک ماه به کمال بعد پرس خوب است که بعد از اون کنسرت شانه پرانک بده دیگه اونم قدر دیگه انرژی رو باز مصرف میکردین وزن نگرفتن در کنسرت ها ما چقدر انرژی مصرف کردیم خود فکر کنید خودم بیداخوابی چقدر انرژی ضرورت دارد اما نه جاوه جان چه باش 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 انرژی زایه شد اما همه قدر انرژی گرفتین صد فیصد انرژی گرفتین و مردم هم از نانای مزدار و پارتنر چی مقبول کمک بچه را کمک بچه را و اردویتان چیشته بودین مزاقم کدم امرایتان کالیا جان آل منظورش جاوید شریف نباشم و بچه شوخی هم کردیم یاد تست در تفریح خودت کدکی شوخی نکده کدوان شعر هم که گفتمت گفتی چپراسی بیایه شب وصل است و بادل بر مرا لب بر لب استم شب شبی که از روز خوشتر باشد آن شب امشب استم شب و چشم روی آن مهبینم از شوق و بسط اسرت زبیم صبح چشم دیگرم بر کوکب استم شب واقعا شب خوب بود یک مقدار از تجربه با آلیا جان انصاری بگو جاوید جان که چقدر از این موفقیت و از این زارترانه که چی گفتی؟ ادایت؟ شانه پرانک؟ مدیون زاره کنم چیز دیگه جور نکنی خود دیگه آخر نظره جان سرتان یک آهنگ جور میکنه از این موضوع زاره ترانک گفتی چی گفتی؟ زاره کفانک یعنی چقدر ای بار آلیا جان نقش داشت یا اگر تنها میبودی به می پیمانه کنسرت هایت عالی تر میشد یا هم نقش داشت خب 100% آلیا جان قمندای خود داره بدون شک و ماشاءالله خود رسانده دختر خانم بسیار پرکار است زحمتکش است با استعداد است و به او خاطر هیچ جای شک نیست که موفقیت کنسرت به چی میگن به حساب هر دوی ما نوشته میشه و امو استیج خود داشت زیبایی استیج خود داشت و محفل گرم می ساخت آهنگای مورد توجه مندای خود داشت از هر عزیزی که آمده بود همگی پسندیده شد و کار و زحمت خود کشیده کار خود کرده به اون خاطر ما برش موفقیت میخوایم و همیشه بینیمی سیستم روان باشه انشالله که پله های شهرت پای هم تای خواهد کرد راستی پیشتر سوال سهر جان بسیار جامع بود یک قسمتش یاد دارد که کدام آهنگ مردم زیاد فرمایش خبر شد کدام آهنگ زیادتر خودت از دو قشر متفاوت سنی در بخصوص
صحبت کردی. بیشتر کدام آهنگ دیمی هشت کنسرت زیادترین بار که خواندی کدام آهنگ بود؟ خب طبعا چون نام تور ما بود شانفرانک، ما کنسرت با این آهنگ آغاز میکردم و با این آهنگ ختم میکردم. البته این آیدیا در اول در فکر ما نبود. در کنسرت اول یک سوی تفاهم رخ داد. ما اصلا یک آهنگ دارم که به نام السلام علیکم علیکم سلام آهنگ کمتر علاقه من دایم یا بیننده های عزیز شنیدن و مطمئن همیشه در آغاز کنسرت در هر جایی که باشم با میان کنسرت آغاز میکنم. از روی تصادف همی عزیزای تیمم که همراهم بودن همی آهنگ متاسفانه درست تمرین نداشتیم، به دلیل از اینکه ما وقت خود را ضایع کردیم و تمرین دیگه آهنگا که 3 روز ما برای تمرین وقت داشتیم، همی آهنگ از روی تصادف راستی راستی فراموش ما شد. البته گناه ما بود بچانه. و هر روز که سر استیج می رفتیم گفتم خدا ما آهنگ السلام علیکم که تازه تمرین نکردیم چطور شد. بعدش اونمون لحظه بمو به حساب آلمانا میگن اسپانتان، همون لحظه دفعتاً در فکر ما اومد گفتم که بیای که خیلی از آهنگ چانپرانک شروع کنیم، چون که خود تور به نام چانپرانک هسته. و اما کنسرت اول که ما با چانپرانک آغاز کردیم و ختمشون با ما آهنگ خاتمه دادیم کنسرت. بعدش دیگه کنسرت های بعدی رو دیگه مقصیم باز پیش بردیم. حال چانپرانک اگر سر جایش بانیم همی سلام علیک، آماده هستی که زمزمه کنی یا خسته هستی جاوید جان؟ چرا نه از آرد آهنگ ترسته. السلام علیکم علیکم سلام، السلام علیکم علیکم سلام، آمدی خوش آمدی با کشفش آمدی، خوب دلکش آمدی مثل آتش آمدی، السلام علیکم علیکم سلام. اینی آهنگ هست. بسیار آهنگ زیباست و راستی آهنگ شانپرانک هم بسیار زیباست. میریم آهنگ شانپرانک میبینیم. آن شانای ما نپرایده ما ایران خوانده بودش. دقیقا کموت هست. همیشه امی آهنگ های شاده که آدم میبینه نمیتونه دیگه خود کنترول بکنه. خستان نظیر جان که باشه. خوی نال اگه باز دور رخص کنی گپ پشت جور میشه و اون وایرل میشه، مخصوصا از ما بیچاره. خیر دیگه حالا اصلا یام گناه شانه پرانه که میخونه چرا جاوید بخونه که باز شانه ما بپره ای لایلا گناه از جاوید جان از راست میگه چرا خوی نخونه که شانه نپره بیشتر خودت سوال کردی به مسئله شانه پرانه که زیر طولانی شد، اما سوال خودم از پیشم یکمه که گدوات شد 50% شد جواب دادم 50 شده. البته دیگه آهنگ رو دوستا بسیار فرماش میدن، البته نظر بسیار خود ما آهنگ قطغنی داریم، کسایی که شب خلقی زیاد و قطغنی داشتن اکثرا رو آهنگ رو فرماش میدادن. یک تعداد عزیزایی که بخصوص یک تعداد قشر جوان ها و بخصوص دختر خانم ها آهنگ های رومانتیک مرا زیاد فرماش میدادن و جالبش این است که بخصوص یعنی در تمام کنسرت های مقسم بود و در کنسرت شهر ویرجینیا من زمانی که آهنگای آرام خود میخوانم من فکر کردم خیر امی افکت در میکروفون من زیاد است، ریورب یا ایکو یا زیاد است، یک وقت متوجه شدم که نه سالون هم را میخوانم. نظیر جان شاید است که من یعنی کدوم گپ شد من خودم هم میخواندم صدای ما شنیدی همونجا نامه میگرفتی من میخواندم زمزمه میکردم خراب کردم بیدیگه جاوید جان نام تا گرفتی که خراب کردی الاکو نه نام من نگرفتی جاوید بگو این یا میگه اونه از این میخواتر نام تا گرفتن نه زیره جان بالو مارا تو مقبول میخواندم گرفته بودیم دوستا بسیار یعنی با هر کلمه که اینا میخواندن اینقدر برای من انرژی میدادن و من احساس میکردم که نه فضل خدا چیزی که خواندیم بدل علاقه من دارم شیشته که یعنی هر زمانی که ما آهنگ خود شروع میکنم اینا هم را من میخوانن و این آهنگ را همشه قسمت زیادش حفظ کرده بودن و وقتی میدیدن در جمع علاقه من دارم هم سرسفید است هم جوان است حتی طفلا و من فکر میکنم که از این که بهتر برای یک هنرمند یک از طفلایات کردن یک آهنگ که امرای فکر میکنم لیلا خان خواندین این دیگه میخواستم بگویم بسیار زیاد دختر ما خوش داره و هر روز دو آهنگ رقص میکنه وا 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 که میگن این آهنگتان بسیار زیاد خوش داره اگه در کنسرت میبود اتمن دیگه او در روی استیج میبود و از اونجا پایان نمیشد
ولی شما درخت دکتر پانزل میکنید. جاوید جان میشه در مورد کیفیت کنسرت بر ما بگیرنم و محتوایی که تشکیل شده بود کیفیت کنسرت، بخاطر که برای اکثرت مردم امی مهم است که صدا خوب باشه، فضا خوب باشه، یک جای امن باشه برشان تا بتانن که با فامیلای خود وقتی که میاین از امو فضا لذت ببرن. خودتان امو محتوا را چطور دیدین و کسایی که ترتیب داده بودن میشه که نام از اونا رو بگیرین و چطور بود در مجموع برتان؟ قسمی که پیشتر گفتم کنسرت مصطفی جان عزیز که از کباب کری هاوس بودک، اصلا او کنسرت سازماندهی کرده، یعنی بسیار مین پرسن او. بعد از او باز با کمپانی ای تو زد که جاوید جان هم نام ماست و ظفر جان عزیز با اینا معرفی شدن و امو پروژکت خود کلان ساختن و در کل دو کنسرت مصطفی جان که در سان فرانسیسکو و لس آنجلس بود یا در ایروین بودک زیر کنترل مصطفی جان بود، باقی شش کنسرت دیگه زیر کنترل کمپانی ای تو زد بودک، ای تو زد ایونتس. ما یک چیز براتون بگویم که خب مصطفی جان آدم با تجربه بود، یعنی چندین سال است که کنسرت ها رو میگیره، واضح است که این مسائل همیشه بلد بود که چطور باید مسئله سیکیوریتی نظم میارن، همش فوق العاده بود. منتها در قسمت A to Z events باید بگویم که اینا کار اولشان بود، اما برای کسایی که کار اول انجام دادن واقعا قابل ستایش هستن، چون تقریبا هیچ اشتباه نبود، هیچ اشتباه نبود. از در قدم اول تمام کنسرت ها، اما 8 کنسرت اینقدر منظم بود، اینقدر با نظم بود، همگی می آمدن اون رقص خودم میکردن، مستی خودم میکردن، لذت میبردن و خوشبختانه هیچ کدام جنگ منگ چیز نشد، هیچ اصلا نشد. اونجا سکیوریتی هم بود، همه چیز می آمدن منظم اما برنامه رو سل میکردن دوباره میرفتن و برای ما واقعا جای تعجب بود. گفتم که بچه ها مثلا تجربه هم ندارن، اولین برنامه شان است یا اولین تورشان است. فکر کنید که اولین برنامه هم نید، در یک بار مثلا 6 کنسرت اینا زیر کنترل بگیرن کار بیاد مشکل است و ایجا کردن ایر مثلا هتل بوکینگ کردن نمیفهم تکت تیاره و اینا. یعنی در کل امی مصطفی جان و ای تو زد ایونتس که جاوید جان و ظفر جان بودن، کارشان فوق العاده منظم. یگانه با اشتباهات کوچکی که رخ میداد که او را از طرف برگزار کننده های کنسرت نه، متاسفانه از طرف اشتراک کننده ها اشتباه دهی می بود، یا خب اشتباه نبود، مثلا میگید که میزار خودشان سر خود نمره شد چنج میکرد، یا فرض مثال حتی در یکی کنسرت ها بچه ها گرفتن نمره میزار در سر میز نوشته کردن که کسی او را چی نکنن، تبدیل نکنه. من در ساوندچک بودم، سر بچه ها در میکروفون مزاق کردم، گفتم بچه ها فکرتون باشه که سرمیزی رو کس چنج نکنه و امو ترامپ شد، یعنی سرمیزی ها رو چنج میکردن و واضح که یک کنسرگزار بیچاره در یک مردم خود نمیتونه که جنگ کنه که او بدر اینی میز برای فلانی نمبرسته، لطفا مراحت کنین در میجوه اکایتان بشینین. یعنی این یکون مسائل کوچک بوده که بازم میگم که اشتباه کنسرگزار اصلا نبود، صرف اون معزیزا که میامدن باید که اونا همون مسئله نظم مراحت میکردن که هر کس باید در جای خود میشیشت، اما گرچه که جایام چند شده بود و میزا و یکان تایی سوی سوی، اما فضل خدا هیچ کدام جنجال رو خورده هم مگی که اگر آمد هم دید که میزش چند شده گفتن خیر دوگال چطور کنه چیشتن کنسرت لذت بردن. و به اون خاطر من برای مصطفی جان و ای تو زد ایونتس یعنی به حساب کارشان 11 برده میدم، یعنی یک نمره زیادتر از ای که امو چی میگن های لیول که باشه. خیر ببینی امو جلوه هارم بسیار مقبول خواندی که همه را معو کردی. اول خود کم یک قسم زوف شده دیدی؟ ما دیگه رفتم دادوران عشق عاشقی دیگه نال باز یک کنایه دیگه میگم که جلوه ها را دیگه یک زمزمه کنی اونو پیشتر دیگه یک ذره سرم قارم شدی پتکام کردی نال برزی که جبران شده دیگه از برای تو ما هزار دفعه برای جلوه را میخوانیم دو جان سرم خواندی دو بکستیل هم حالا میخوانم خیر از گیر نظر جان خلاصی نداری
آن دو چشمان مسته سیاهت مبند، نازنی نازداری به موی کمند، از اول جلوه ها میکنی صد هزار، پس بگو جلوه هایت فروشی بچند، قیمت جلوه گر ندانی بدان، بایدت بگذری از دل و همز جان، گر توانی بهید با یک جلوم، دوست می دارم از دل و همز جان. نام خدا. اقدر با احساسی را می خوانی جاوی جان، همه آنگا جالب است. اما چی خاطره داری ازی؟ با کی اجرا کردی؟ اول با کی اجرا کردیم؟ کلگی می بگم با کی اجرا کردیم. من می خواستم که اصلا در امی کنسرت با آلیه جان چند آهنگ مشترک ما اجرا کنیم. من میره انتظار داشتم که اگه آهنگ مشترک با آلیه جان حتما اجرا میکنیم. بعد اما مثلا من میخوایم خدمتتون بگویم، خب اینجا یک مشکل تکنیکی وجود داشت که از نگاه امو تون آواز ما آلیه جان متاسفانه یعنی با هم ماهنگی نداشت. اگر من از کرچ اصلی خود میخواندم برای آلیه جان بسیار بلند میشد، و اگر من از کرچ آلیه جان میخواندم به اصطلاح موسیقی آواز من بسیار خلطه میشد، یعنی که من بسیار باید با آواز خود از کرچ های بیس میخواندم و با میساس همش میره پشت کار خود. با خاطر امو سلا رو دهی دیدیم که از این که خدای نخواستم پرفورمنس ما خوب نباشه بهتر است که همین اجرا نباشه. گرچه همین هم پیشنهاد من بود که همین آهنگایی که من دوگانه داشتم با آلی جان اجرا کنیم، و ناگفتن همون یک چیزی که بگویم که آلی جان بسیار دختر با احترام است، بسیار هنرمند است که یعنی رسپکت داره به تمام همکارای خود و کسایی که به حساب هم مسلکشون است. واقعا ما آلی جان در برنامه داشتیم، میفهمیم هنرمند با استعداد است و خوشحال بودیم که اگر میشد امکان داشت. خب خیر دیگه، خب رای شما رای تو رو قانون کرد این سیز. می آهنگای عاشقانه و 14 فوریه می باشم که اگه آهنگ عاشقانه از جای جان بشنوه. آه خواست دیگه. شما از پس این مرا بیم می گیره غیر در 14 فوریه. ما دیگه منتظر می باشم اینال ما را مخته ساختن به می آهنگای ناب در 14 فوریه و علاقه مندایتون خلاش منتظر هستن. این دفعه پلان هست اینه کم وقت هم مانده، یک چند ماه دیگه هم مانده بخیر. بله این ناقیات کرده، ناقیات کرده بیازه چرت و فکرم زیاد هسته این حالا این رو بیاد خلاصه مرچ هم نمیده باش که کسایی که یادشون رفته بود خوب در یادشون بیا یا دوستا منتظر باشین جای جان برتان باز اگه آهنگ عاشقانه باز میخونه. هم یک پرسان دیگه خدا کنه که سوال عرفی باشه جاوید. بله. میگه در راه خدا دو کعبه آمد حاصل، یک کعبه صورت و دیگر کعبه دل، تا میتوانی زیارت دلها کن، کفزون ز هزار کعبه باشد یک دل. حتما به گپ رسیدی. میگه کو رفیق نکتدانی که سخن نگفته باشی و سخن رسیده باشد. حالا من همونجا بودم، یک تعداد بیشمار ناامید پس طرف خانهایشان رفتن، چون جای نبود و به حساب اصول و مقررات امریکا وقتی که امو کپاسیتی یا ظرفیت یک سالون دیگه جای نداشته باشه امو علاقمنداره پس روان میکنه. خیلی من متاثر شدم، دلایشان شکست. حالا برای جبران از او چی میکنی؟ باز بخیر کدام سفر پیش روی میگیری یا از اونا عذر میخوایی؟ نامه طرف خانهشان رفتن. خب خدا نخواسته باشه که اونا ناامید باشن یا ناامید شده باشن. مسئله برنامه های کنسرتی اینمی کارا را داره، به دلیل از اینکه اولا عزیزا که میخواین در یک کنسرت برن فرض مثال کوشش کنن که تکت قبلا بخرن، نه که شب کنسرت در پیش دروازه برن. اینی یک اندازه اینمی به حساب منتالیتی ما شما شده که به حساب ما شما به گفته هم lastminute.com هستیم همون شب آخر بریم در کنسرت. ای با تاسف خب گفتم با اشتباه خود عزیزا شده، اما بازم من بسیار متاثر شدم که با اینکه محبت آمده بودن و نتونستن در کنسرت اشتراک کنن. گرچه که جاویدان کوتوال پیش از آغاز برنامه در بکسیج آمد و همون قسم خودت قصه کردی که چوکی ها سرشانهش بودم،
من را گفت والا یکمک وز خراب است، به این که من فکر کردم خدای ناخواسته چیز منفی میگه. گفتم چرا وز خراب باشه؟ گفت نه نفر زیاد شده، از او کپسیته که ما چندیم. گفت من بیال میرم بدون اجازه نفر سالون. گفت از او گدامشان پات پات چوکی ها رو میارم میمونم و بالاخره هم نفر سالون هم متوجه شده که این چوکی از اندازه که بود یه بیخی زیاد شده و باز جاوید جان گفت که نه دیگه نبیاری امیر که آوردی، چون نفر ها وقت شیشته بودن نمیشد کنها رو بکشن دیگه اجازه نیست دیگه بیاز کپسیته تان بالا رفتن. باز به با اون خاطر مجبور شدن که عزیز های گردن دروازه بودن اکتیدان زیاد شدن، پس دوباره یعنی بگوین که یا روان کنن طرف خانهشان. اما انشالله تعالی خواست خدا باشه هر وقت که برنامه کنسرتی در طرف های شما اجرا کنیم یا در شهر دیگه انشالله اتمن باز کسایی که نتانستن اشتراک کرده این بار اتمن رانک های خدا قبلا بگیرن و متکت های خدا قبلا بخرن که خدای نخواسته مثل جو دوباره از پشت سالون نرن. یا مسابقه و رگه پس میگن سابق که یک وقتی که متعلم بودیم باز یک دور امتحان اصلی بود، باز یک دور امتحان مشروطی، باز خیرد امتحان مشروطی وبسایت lastminute.com هم چنج کنن راست میگه تکتای خود پیش از وقت بگیرن که درست منظر خیر باشه. امیدوار هستیم که در کنسرت های بعدی بتانیم که اشتراک کنیم. خیر من از مشروط و چی هم مگه بود خیر است دیگه. خداوند شما را خیر بده که آمدین امریکا، یک غم هموطنان ما دیگه شد و همراه با کنسرت هایتان موفقیت های هرچی بیشتر و کنسرت های بعدی برتان آرزو میکنیم. امیدوار هستیم که زودتر برگزار شود. دی طرف دی طرف هم دوباره بیاین که باز ما اشتراک نکنیم. حتما دادان در روزه سیکیوریتی عکس های شما را میمونم واسه دا خوشتم نه دیگه مگه چی پیر چی اصای پیر جاوی جان من خوب بودم نمایندگی از کلتان کردم. نه نه تو قبول نیست پشپو انداختم اتن کردم یک قدم پیش یک قدم پس جاوی تو دیدی اونه خود خیر بی نه دیگه تا این کارت عرفه ای نیست. چطور بود جاوی ترخصای خود پیری کلشان بودی خیر ببینی چی پیر چی اصای پیر زنده باشی دفعه دیگه پیرم میای اصای پیرم میای مطمئن باشی بخیر حتما به خیر باز بیایی خدا بیارید باز به خیر کتی خیر به تشکر از اینکه تا این دم تا این وقت شبم بیدار هستی. تشکر خداوند یار و مددگار خودتم باشه. به خداوند مسپاریم تا یک کدام پیام دیگه برای دوستا و عزیزا داشته باشی غیر از اینکه تکت خدا وقت بخرن. من پیام ندارم منتها صرف همه آرزوی سلامتی همه تنهایم دارم کسایی که در امریکا زندگی میکنن و یا خارج از امریکا هستن همیشه خوش و آرام و سلامت باشین و ما هم برای شما عزیزا میسرایم برای ما عزیزا میخوانم کار و هنر همش برای شما هست و در خدمت شما هست. به مخاطر میدوار هستم که در برنامه های بعدی هم که بخیر بیم اینم تر مست و حلست باشین اما تو گرمی داشته باشین محبت داشته باشین برای ما انرژی بدین دیگه همه تانو به خداوند کریم رحیم بسپارم. خداوند همتون در پناه خود نکنه. تشکر. گپ سرجان یادت نره. شاردی فرو ببری. من از طرف خود وقت وعده کردم. بیاز از یاد من نمیره. من میاد بیدار خبیم شروع شده. خدا حفظت کنه جاوی تموشیر بر خودتان میگم که خواهم ز خدا خسته و درمانده نباشی. محبوب خدا باشی و شرمنده نباشی. ای جاوید شریف الهی در این عالم استی سر زنده بمانی و صرف گنده نباشی. شما هنرمنداستین که هویت مملکت زنده نگه داشتین، ملیتان برانه رو فرهنگ زنده است. خدا شما را نگیره که نام افغانستان با توجه به اتفاقات عجیب غریب که رخ میتده نه تنها در افغانستان در جهان هویتش زنده نگه داشتین. خدا کمت نکنه. ممنون. جان سپاس خودم. خدا یار مددگار همه شما دوستا و علاقه‌مندا تا گلشنبه بعد. یار زنده و صحبت باقی.